منطقه به وسعت 220,000 کیلومتر مربع، هم مرز با پاکستان و چین در شمال هندوستان، چیزی معادل 1/8 مساحت ایران، با جمعیتی 10-12 میلیونی که اکثراً مسلمان هستند. پرواز من از شهر دهلی نو می رفت که بعد از طی مسافت 1 ساعته بر فراز سلسله جبال هیمالیا در اینجا فرود بیاید. سلام، اینجا کشمیره، جایی که هزاران هزار گردشگر برای دیدن طبیعت بکر و زیباش به اینجا سفر میکنن. اما کشمیر به جز طبیعت قشنگ و زیبا جذابیت های دیگه ای هم داره. اینجا همون جایی هست که در طول تاریخ از اون تحت عنوان ایران صغیر یاد میشد و هنوز که هنوز است جای جای کشمیر نشانه های فرهنگی حضور ایران و ایرانی وجود داره. حالا قرن هاست که کشمیر از مادر فرهنگی خودش یعنی ایران جدا افتاده. طبیعت قشنگ و منحصر به فرد اینجا در کنار جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی همیشه این سوال رو توی ذهن من ایجاد می‌کرد که چرا ایرانی‌هایی که فرصتی رو برای گشت و گذار توی جاهای مختلف دنیا یا حتی توی خود شبه قاره هند می‌گذرونن هیچ وقت به فکر سفر به کشمیر نمی‌افتن. خب شاید تا حالا کسی به اونها کشمیر رو معرفی نکرده. من روح الله رزوی، بچه کشمیر و بزرگ شده ایران، می‌خوام روایتگر زیبایی‌ها، طبیعت، فرهنگ و تاریخ این منطقه برای شما باشم. با من همراه باشید. اینجا دره کشمیر، شمال شبه قاره هند. پای گردشگرها که به شهر سرینگر، مرکز ایالت جموں و کشمیر میرسند، قبل از هر چیز چشمهایشان مسحور دریاچه ای آرام و زیبا در میانه شهر می شود. رودخانه ای از دل دریاچه شهر را به دو بخش تقسیم می کند و تا کیلومتران آن طرفتر حتی مرز میان هند و پاکستان را در می نوردد. دریاچه زیبای دال، قشنگترین و معروفترین جاذبه توریستی شهر سرینگر، مرکز ایالت جموں و کشمیر. این دریاچه دور تا دور شکوهای سبز فرا گرفته و اون طرف هم منطقه مسکونی شهر سرینگر قرار داره. قسمتی از دریاچه کاملا مسکونی هست، یعنی زندگی عادی در دریاچه جریان داره. فروشگاه ها، مغازه های مختلف در داخل خود دریاچه هستن. با هم میریم تا قسمت های از این دریاچه زیبا رو ببینیم. گردها و گردشگرهایی که به این دریاچه میان رو جلب میکنه، آرامش، سکوت و سکونی هستش که گردشگرها توی فاصله زمانی که روی این قایق‌های مخصوص که تحت عنوان قایق‌های شکاری شناخته میشه احساس میکنن. با ما همراه باشید تا قسمت‌های زیبای این دریاچه رو با هم دیگه مشاهده کنیم. سوار بر قایق‌های تفریحی که اسمش را شکاری گذاشتند، کمی جلوتر رفتم که اولین نشانه‌های ایرانی در میانه دریاچه دال به چشمم خورد. این قایق‌هایی که پشت من می‌بینید در کشمیر تحت عنوان هاوس بوت شناخته میشه. اینا در واقع هتل‌هایی هستش که روی این لنج‌ها ساخته شده. خیلی هاشون از چوب گردوی خالص هستن و اسامی مختلفی هم گذاشتن. خب خیلی از توریست‌ها دوست دارن که تجربه متفاوتی رو روی دریاچه دال داشته باشن.
چیزی که برای خود من خیلی جالب توجه بود اسامی بود که روی این قایق‌های تفریحی گذاشتن، از جمله این قایقی که پشت سر من می‌بینید و این هتل روی آبی که پشت سر من می‌بینید که اسمش از تهران. نمی‌دونم تا حالا کسی یا گردشگری از تهران به اینجا سفر کرده یا نه، اما خود این نشون دهنده علاقه و ارتباطات فرهنگی بین مردم ایران و کشمیر است. جلوتر باز هتل‌های دیگه است، اون هتلی که اون طرف است اسمش از بوستان، بغلش است هتل گلستان و خیلی از اسامی که من اینجا دارم می‌بینم اسامی کاملا فارسی و ایرانی هستش. اینها باز نشانه‌هایی از حضور فرهنگ ایران و ایرانی در این دره کشمیر هستش. با من همراه باشید تا قسمت‌های دیگه‌ای در یه چه زیبایی دال رو به شما نشون بدم. دریاچه آنقدر آرام و ساکت است که حتی گذر زمان را نیز حس نمی کنی. اما به ناچار دریاچه را ترک کرده به سوی مهمترین جاذبه مذهبی شهر سرینگر راهی می شوم. مسجدی زیبا در ساحل دریاچه دال. به جز یک جمعیت 10% از شیعیان، مردم کشمیر عمدتاً مسلمانان حنفی مذهب هستند و عشق و علاقه خاصی نسبت به حضرت رسول و خاندان عطرش دارند. مسجد حضرت پال، میشه گفت اینجا و این مسجد مقدس‌ترین مکان برای بیش از 8 میلیون مسلمان کشمیری هست. این مسجد تبدیل شده به نماد عشق و محبت مردم کشمیر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. شب قدر و شب معراج این صحنه که مشاهده میکنید پر از مردمی که به دعا و راز و نیاز تا صبح مشغول هستند. جالب است اینجا هم مانند حرم‌های مشهد و قم آنچه به وفور دیده می‌شود کبوترانی هستند که به دور گنبد سفید رنگ مسجد چرخ می‌زنند و هر از چندگاهی روزیشان را از دست نمازگزاران مسجد می‌گیرند. در کشمیر چشم را که به هر طرف بگردانی سنگ نوشته‌ای، تابلویی و یا سردر خانه‌ای را به زبان فارسی می‌بینی. از کتیبه‌های مذهبی گرفته تا اسامی و عناوین اماکن مختلف تا سنگ قبرها، کتیبه هایی که برای گردشگران خارجی در کشمیر معنای خاصی ندارد و حتی خود کشمیری ها هم نمی توانند بعضی از اشعار نوشته شده بر روی آنها را بخوانند، اما برای کسی که فارسی بداند پر از معنا هستند. اگر کسی بخواهد علت این همه نشر زبان فارسی را در کشمیر بداند باید کمی در تاریخ به عقب برگردد. من هم به دنبال این گذشته تاریخی خیابان ها و کوچه پس کوچه های میانه شهر را گشتم و گشتم تا به مهمترین جاذبه تاریخی کشمیر رسیدم، جایی که بر روی سردر ورودیش نوشته شده بود یا علی. شاه همدان، امیر کبیر، میر سید علی همدانی. توی کشمیر همه چیز از اینجا شروع شد. اینجا منزل و محل عبادت عارف سیدیه به نام میر سید علی همدانی. سید علی توی قرن هشتم توی خانواده معروف و به نام توی شهر همدان به دنیا میاد و دوران کودکی و نوجوانی خودش رو مشغول به تحصیل علوم اسلامی توی همون شهر همدان میگذرونه. هنوز به 20 سال نرسیده بود که شروع به سفر میکنه برای تبلیغ اسلام. به جاهای مختلفی از جهان اسلام در اون سالها سفر میکنه. بارها به منطقه آسیای میانه میاد و در خلال یک از این سفرها به کشمیر میرسه و در کشمیر موندگار میشه. سید علی تقریباً یه چیزی شاید کمتر از 5 سال از سالهای پایانی عمر خودش رو در کشمیر میمونه و در اینجا به ترویج دین اسلام میپردازه. با حضور سید علی همدانی همه چیز در کشمیر متحول میشه و اینجاست که انقلاب کبیر فرهنگی کشمیر اتفاق میفته.
فرهنگ و زبان فارسی همراه با دین اسلام به طور گسترده‌ای در سطح این دره کشمیر منتشر میشه. امروز همه مردم کشمیر دین و فرهنگ خودشون رو مدیون این سید عارف ایرانی مسافر میدونن. اینجا محل سکونت و همچنین محل عبادت میرسید علی همدانی بوده توی بازه چند سالی که در کشمیر زندگی میکرده. همونطور که میبینید الان مردم کشمیر این منطقه رو و این جا رو به عنوان یک مکان بسیار مقدس و قابل احترام قائل هستن و میدونن و همونطور که میبینید نقش نگارهای مختلفی که اسم ایرانی نوشته شده رو به در دیوار اینجا هنگ کردن. سید علی همدانی از سادات دو شرفه بوده که از سمت پدر به امام حسین و از سمت مادر به امام حسن نبه های حضرت رسول میرسیده. بعضی از اون نقوش تاریخی رو شما میتونید اینجا مشاهده بکنید و این هم محرابی هستش که در اون سید علی همدانی مشغول به عبادت بوده. این جا رو هم مردم کشمیر سعی کردن به عنوان یک مکان مقدس حفظ بکنن، نمادی از عشق و علاقهشون به میر سید علی همدانی یا امیر کبیر یا شاه همدان که اسماء الهی رو به در دیوار اون نوشتن و اشعار فارسی مختلفی در منقبت و متن میر سید علی همدانی به در دیوار حک شده و نوشته شده. مردم سعی کردن هر آنچه که از هنر میدونن اینجا به کار ببرن. میر سید علی وقتی که عزم سفر حج میکنه به سمت عربستان و از کشمیر عزیمت میکنه در منطقه تاجیکستان رحلت میکنه و همونجا هم بارگاهش هست که تصویر و از محل و مقبره بارگاه میر سید علی همدانی بارگاهتون مشاهده کنید که در منطقه ختلان کشور تاجیکستان کنونی قرار داره. از در خانقاه معلا که بیرون زدیم، مرد میانسال موتورسواری جلوی ما سبز شد و از همراه من حمید پرسید که اهل کجاست. حمید هم جواب داد که اهل شهر مشهد در ایران است و وقتی مرد اسم مشهد را شنید، در حالی که بغض کرده بود، با صدای گرفته و چشمهای قرمز گفت با آقا سلام من را برسانید. برای دیدن زیبایی‌های طبیعی و بکر کشمیر از شهر بیرون زدیم و راهی کوه‌ها و دشت‌ها شدیم. مقصد نخست ما دره‌ای بود کمتر شناخته شده که حتی محلی‌ها هم خیلی به آنجا نرفته بودند. جاده ما را از میان مناظری می‌برد که هر لحظه‌اش قاب نقاشی شده‌ای به دست خداوند بود، اما چه کنیم که نمی‌توانستیم همه جا متوقف شویم. یکی از چیزهایی که کشمیر رو از بقیه جاهای زیبا و دیدنی دنیا متفاوت و متمایز میکنه کشف مناطق و جاهای دیدنی توی کشمیر هستش. حتی مردمی که سالها توی خود کشمیر زندگی کردن بعضی از این جاها رو برای اولین بار بعد از مدت زمان طولانی پیدا میکنن و به اونجا سفر میکنن. دشت قشنگ و زیبایی که میبینید یکی از همون جاهاست که همونطور که مشاهده میکنید هیچ کس خاصی اینجا نیست، با وجودی که الان روز یک شنبه و روز تعطیلی هستش و طبعا مردم کشمیر و خود محلی ها برای یک روز تعطیل به بیرون سفر میکنن. اسم اینجا هست دودپتر، جایی به فاصله تقریبا 2 ساعته از شهر سرینگر. الان هم فصل مرداد هست و همونطور که میبینید باران بسیار دلپذیری در حال باریدن هستش. به سمت انتهای دره حرکت کردیم. هرچه جلوتر می رفتیم صدای آب بیشتر به گوشمان می خورد تا اینکه در انتهای دره
رودخانه سرد و خروشان را یافتیم. آب یعنی آبادانی، یکی از دلایلی که باعث شده تا کشمیر انقدر زیبا و قشنگ باشه وجود منابع مختلف آبی است. چشمه‌های متعدد، رودخانه‌های پرشور و دریاچه‌های زیادی در سطح دره کشمیر وجود داره. خب همین چطور بود؟ اینجا چیزی که قبل از زیباییش به چشم میزنه مثل چه آدم میاد بکریش و در واقع اون حالت طبیعیه که اینجا داره. بعد از دره دودپتر مقصدمون ارتفاعات گلمرگ بود، جایی که البته برای اکثر جهانگردانی که به کشمیر سفر می‌کنند شناخته شده است. از آبری مسیر گلمرگ را سوال کردم. مسیر را که نشانم داد پرسید که برای چه فیلم برداری می‌کنم و وقتی در پاسخ نام ایران را شنید از من خواست تا سلامش را به مردم و رهبر ایران برسانم. کشمیر چه واری بیوت نیا خوبصورت جای سان انتل مزداش چه واری محبت ایران کردن لوکان فدرال تو سون سلام از بات نیو آخ ایران کردن لوکان تو بسیم زره بر سون خام نیست بسیم زره تو کیا زم شری ناش نه امتیاز حسین اسم نه سلام. اول هستش این مسیر ما به گلمرگ منطقه چندمرگ هستش. ما از اینجا یک مسیر کوهستانی رو باید به سمت بالا بریم تا به دشت اصلی گلمرگ برسیم. از دل کوه مسیر آب مارفی چیزی که داریم میاد بیرون میتونید از اینجا قشنگ مشاهده کنید. برای من که انگار تابلوی نقاشیه. گروه ما تقریبا هم ارتفاع همین ابرایی هستیم که دارن حرکت میکنن و این سمت ما تقریبا نمایی از دره کشمیر رو میتونیم ببینیم. ما یک مسیر مارپیچ رو از پشت این کوه ها طی کردیم، تقریبا الان توی وسط راه هستیم. کشمیر تا ارتفاع 14000 پایی از سطح دریا داریم میریم بالا، تقریبا یه چیزی معادل ارتفاع کوه دماوند ایران، یعنی نوک قله دماوند با ارتفاع علوش 5000 خورده متر. ما تقریبا تا همون ارتفاع رو با تلکابین داریم میایم بالا. منازلی که میبینید اینجا هست منازل عشایر و منازل محلی های این منطقه هست که تو دل کوه زندگی میکردن و میتونید ببینید سقف ها کاملا از چوب هست و روش هم یه پوشش سبز به خاطر خاک حاصلخیز اینجا ایجاد شده. خونه ها در واقع تو سطح شیب درست شده و سقف ها هم به خاطر همین کج هستش. اینجا کلن در فصل زمستون پر برف میشه.
گل مرگ، گل یک واژه فارسی هست و مرگ در زبان محلی به معنی محل رویش هست. در واقع معنی گل مرگ یعنی جایی که گل خودش به طور طبیعی توی سطح دشت رشد میکنه. الان ما داریم به ارتفاع 14000 پا باز نزدیک میشیم، کم کم تنفس داره مشکل میشه، گوشامون هم داره کم کم پر میشه، احساس کمبود اکسیژن رو خیلی راحت آدم میتونه حس بکنه. عمده کسایی که خب بیماری های تنفسی دارن نمیتونن به این ارتفاع بیان. با ما همراه باشید. ما نزدیک قله کوه آپاروات هستیم در ایستگاه دوم تلکابین منطقه گلمرگ کشمیر. یخچال طبیعی رو که مشاهده میکنید میتونید ببینید هنوز برف آب نشده. الان دقیقاً 13 مرداد 1394 هجری شمسی هست. هنگ نفس هم که خب به خاطر کمبود اکسیژن و مسیر کوهی که داریم طی میکنیم قابل حس کردن هست. اون طرف تو میتونید ببینید کاملا لای شیارهای کوه هنوز که هنوز هم اینطوری برف ها آب نشده مونده. از ایستگاه دوم تلکابین گلمرگ یه چیزی تقریبا یک ساعت یک ساعت و نیم راه رو پیاده اومدیم، یه مسیر کوهستانی دوباره به سمت قله هایی که اینجا هست، تا رسیدیم به این منطقه و به این دریاچه زیبا. نام این دریاچه است فیروزی لک یا دریاچه فیروزه ای. از اینجا میتونید مشاهده بکنید که رنگ دریاچه که از دل کوه میجوشه تو این ارتفاع 14000 پایی به رنگ فیروزه ای هست. اینجا دیگه خب کمتر توریستی میاد. ما به همراه یکی از راهنمای محلی به این منطقه اومدیم. اینجا رو در واقع ابر فرا گرفته، داره کم کم ابرها به سمت ما میاد. هنوز که هنوزه میبینید که یخچال طبیعی اینجا برف داره و مردم توی منطقه مشغول به دماغه برفازی هستن. هنوز تجربه سورتمه سواری، اونم تو گرمترین فصل سال، اینجا امکان پذیره. ایستگاه دوی گلمرگ در ارتفاعات هیمالیا، میبینید که هنوز برف آب نشده و توریست‌های مختلفی برای برف‌بازی به اینجا اومدن. با ما همراه باشید. از ارتفاع قله که پایین آمدیم ظهر شده بود و برای اقامه نماز وارد مسجدی در حال احداث شدیم. چند جوان کشمیری را دیدم که خودشان را برای نماز مهیا می کردند و من هم به توصیه اکید اهل بیت علیهم السلام به آنها که از برادران اهل سنت بودند اقتدا کردم. پیش نماز لهجه عربی داشت و حدس زدم که اهل کشمیر نباشد. بعد از نماز حال احوالی با او کردم و متوجه شدم اصالتا اهل دمشق است و حالا به دعوت دوستانش برای تفریح به کشمیر آمده است. در میانه بحث یکی از جوانان کشمیری در وصف زیبایی کشمیر این شعر فارسی را خواند که اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. برای یک گردشگر عرب این همه ارتباط فرهنگی میان ایران و کشمیر جای تعجب داشت.
هر محله یا روستای شیعیان در کشمیر با افتخار هویت شیعی خودش را با تصویری از امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه‌ای در خیابان‌ها و میادین اصلی و اماکن عمومی به نمایش می‌گذارد. درسته که بین ایران و کشمیر قرن‌های متمادی فاصله افتاده بود، خصوصا از زمانی که استعمار انگلیس پاشو به شبه قاره هند گذاشت و زبان و فرهنگ انگلیسی رو به جای زبان و فرهنگ فارسی شروع به نشر کرد. اما توی سالهای اخیر و بعد از اتفاقاتی که توی ایران رخ داد، نگاه‌های مردم کشمیر یک بار دیگه به سمت ایران متوجه شد. توی سالهای اخیر کم نیستن جاها و اماکنی که با نام‌های کاملا ایرانی و امروزی اسم گذاری شدن، مثل این منطقه که تحت عنوان بهشت زهرا نامگذاری شد. اینجا در واقع باغ هست، اینجا قبرستان نیست، اما خب باغی هست که تحت عنوان بهشت زهرا اسم گذاری شده. برای من که بسیاری از کشورهای مسلمان را دیدم و خودم هم اهل همین منطقه هستم، بعضی اوقات این نوع ابراز حب و علاقه سوال برانگیز است. کسانی که نه حتی تا به حال یک بار به ایران آمدند و نه هیچ گونه ارتباطی با ایران دارند، چطور می شود که اینقدر نسبت به ایران و ایرانی و انقلاب ایران محبت داشته باشند؟ پنچری ماشین در مسیر بهانه ای شد تا با دو جوان کشمیری فرصتی را به گپ و گفتگو بگذارانم و شاید بتوانم پاسخی را از زبان خود بچه های کشمیر به سوالم بشنوم. یکیشان با مدرک کارشناسی ارشد معلم بود و دیگری دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ. بس که کمی طول کشید، موضوعات داخلی ایران هم مطرح شد و از جمله توافق اخیر ایران با غربی ها. برایم از آن چه نسبت به این توافق احساس می کردن گفتن. But there is a sort of nuclear deal that has happened between Iran and America. You know, do you look in that perspective, you know, Iranian behavior will continue that way or they will have a shift? How come you see the people of it? So my understanding is that you people are following the events regarding Iran, I mean, daily, I think. It's because you are just updated. Definitely. About the recent events. No, every day. And you are looking to the Iran in a different manner. I start off my day from the net, you know, at an outset, I just, you know, often, I read Tehran Times. I also see the press TV or Sahar TV regarding that. I also said to you that TV1, TV2, IRIN, that's also the news channel, because I little know the Persians. You know, I want to say something. Yes. Do pray for me there. تاریخ، فرهنگ و طبیعت کشمیر رو به شما معرفی بکنم. امیدوارم روزی فرا برسه که یک بار دیگه بین ایران و کشمیر ارتباطات فرهنگی گسترده احیا بشه و امیدوارم که تک تک شما عزیزان رو در کشمیر ملاقات بکنم. به امید اون روز، خدا نگهدار. فردوس به دروازه کشمیر رسیده است. کو مدعی گر نگرنده است در آید. زیبایی کشمیر گرش باعث عشوه است، من میخرم ارزال فلک عشوه گراید. کشمیر بهشتیست فریبنده که شبلی، آیت چو دران صومعه بر او سقر آید. این سبزه و این چشمه و این لاله و این گل، آن شاخ ندارد که به گفتار در آید.